سلام دوستان، دفعه قبل که اومدم مکدونالد، این درایو ترو یا این جایی که ماشینا میتونن به نوبت وایستن و غذا بگیرن از مکدونالد رو بهتون نشون ندادم. دو تا جایگاه هست، توی جایگاه غذاشون رو سفارش میدن همونطور که میبینین اونجا و از پنجره، و توی یکی جایگاه غذاشون رو میگیرن. امروز باز دوباره چند تا منو هست که ارزونه، اومدم غذا بگیرم از اینجا. قبلا هم گفتم دیگه من ارزون دوست دارم، ولی خب زیاد اهل مکدونالد نیستم، ولی دیگه از خونه غذا نیارم، میام از این مکدونالد میگیرم. حالا قبلا ویدیو گرفتم، ولی خب یه بار دیگه هم بگیرم دیگه. ببینین از اونجا سفارششو میده، بعد میاد جلوتر سفارششو، چی میگن، سفارشش که آماده شده با ماشین میگیره دیگه، لازم نیست پیادشم برن داخل. مثلا بعضی روزا اینجوری چی میگن قیمت ارزون تر دارن، مردم دارن میرن میان. امروز مثلا چیکن مکگرید و مک چیکن بیسکویت دوتاش رو میدن $3. خب قبلا هم فیلمش رو گرفتم اینجا رو، ولی خب باز دوباره یه بارم میگیرم. اینجا هم میز صندلی ها هستن، به خاطر کرونا جمعش کرده بودن، حالا فعلا دوباره راه اندازی نکردن اینجا رو. از اینجا گزینه استارت اوردر، بعد اینجا گزینه دیلز رو داره. ببینم گزینه دیلز $3، $4، $2 و $1. ببینیم $4 چیه. ارور داد. $3 چیه؟ چیز جالب نیست، کنسلش کنم. خب غذایی که اونجا بود رو ندارم، برای صبحانه بود اون. دوباره اومدم تو منوی ساندویچ ها. این یه دونه هست $1.30، یه دونه هست $4.40. میخوام این دوتا رو انتخاب کنم. ببینیم چه جوریه. اینجا میگه میخوای اضافه کنی مثلا چیزای دیگه، یه غذای کاملش کنی، آب و اینجور چیزا، نیم بعد اضافه بشه. گفتم نه، همین کافیه. اینجا میتونین کاستومایزش کنین، مثلا سالادشو کم کنین، پیاز بذارین، گوجه نذارین، اینجوری. ولی خب من خوبم. کلش شد $5.68. از اینجا میگه که میخوای اینجا بخوری، اینجا که نمیشه خورد، تو گو میخوام ببرم. و میگه که اردر تو تمام کن. یکی شد $4.39، یکی شد $1.29، جمعش $6.02 با تکس. تکس هم $0.34. با کارت اینجا پرداخت میکنیم و از اونجا هم میریم غذامو رو بگیریم. پرداخت کردم، شمارم رو داد و میگه برو اونجا منتظر باش که بگیری. حالا غذا که اومد بازش میکنم، شما هم ببینید. تو ویدیوی قبلی بازش نکردم ساندویچ رو، ولی این دفعه بازش میکنم که شما هم ببینید چجوری. اینجا هم کتاب گذاشتن، یه کسی خواست کتاب بخونه میتونه برداره بخونه. سفارشم اومد، شمارم و اینجا میخوام سریع بازش کنم. شما هم ببینید چجوری. یه چند تا دستمال کاغذی گذاشتن اینجوری، اینه که تو کاغذ ساندویچ ارزونه باید باشه، اینه که باید گرونه باشه. این ساندویچ $1.30 است، این هم ساندویچ $3 خورده ای بود بکنم. اینجوری یه فیله مرغ سفالی شده. اینجوری امیدوارم خوشتون اومده باشه، یکم تکراری شد، ولی خب سعی کردم این دفعه بیشتر توضیح داده باشم. اگه سوال داشتین لطفا کامنت کنید، و اگه از اینجور ویدیو دوست دارین لطفا بهم بگین. وقتی رستوران میرم سعی کنم بیشتر بگیرم. ها یه چیز دیگه هم بگم، اینجا وقتی یه نوشابه سفارش میدین یا با
فانتا یا سپرایت یا هر نوشیدنی دیگه هر چقدر بخواییم بعدش میتونیم بخوریم. یه دونه سفارش که میدید میتونیم 10 بار بیاییم پرش کنیم دوباره، لازم نیست پول اضافه بدین. یه لیوان بهتون میدن و با اون لیوان هر چند بار که بخواییم از اینجا یخ میزارم کنیم آقا، هر چند بار که بخواییم میتونیم پرش کنیم. مثلا ایشون کوکا داره برمیدارم اینجوری.